امروز جلسه نخست محاکمه حمید نوری معروف به حمید عباسی به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در دادگاهی در سوئد به پایان رسید. از این محاکمه به عنوان مهمترین رویداد دادخواهی مردم ایران یاد می کنند که ممکن است در آینده به محاکمه های مشابهی درباره بقیه نقض کنندگان حقوق انسانی مردم ایران بیانجامد. جلسه نخست دادگاه اختصاص داشت به ادعانامه. در این جلسه دادستان بخشی از ادعانامه خود را قرائت کرد و درباره آن توضیح داد جزئیات را از همکارم حمیده آرمیده میشنویم که برای پوشش این دادگاه به سوئد رفته بله بالاخره جلسه نخست محاکمه حمیده نوری به اتهام مشارکت در کشتار تابستان 67 امروز به پایان رسید روز خیلی طولانی بود برای خیلی و تاریخی مسائل بسیار مهمی مطرح شد اجازه بدید من باز تاکید بکنم روی مسئله حمله مجاهدین از خاک عراق به داخل ایران چون مسئله هستش که تمام وقت امروز رو مخصوصا بخش آخر رو به خودش اختصاص داد دادستان داره سعی میکنه ارتباط بین اون حمله رو با مسئله آتشبست میان ایران و عراق و پذیرش آتشبست از طرف آیت الله خمینی با همدیگه ارتباطش رو در بیاره میخواد پیدا بکنه که این یک واقعا یک درگیری مسلحانه بینون مللی بوده است یا درگیری داخلی البته دادستان اعتقاد داره که یک درگیری مسلحانه بینون مللی هست از چهار عملیات نام برد به نام آفتاب، چل ستاره و منطقه دهلوران و فروغ جا و همه رو توضیح داد ولی فروغ جاودان رو بیشتر باید روش تمرکز کنم به خاطر همون مسئله آتش بسته بین ایران و عراق دادستان معتقد هست که این عملیات دنباله همون درگیری هستش که ایران و عراق با همدیگه داشتن درسته گفتن آتش بسته ولی آتش بسته واقعی پیش نیومده و بر اساس مدارک و شواهد و شهادت ها و همه اونهایی که دونه به دونه در دادگاه ذکر میشه صحبت میکنه و میگه معتقده که اه مجاهدین اه با کمک نیروهای عراق این عملیات رو انجام دادن و در واقع این یک عملیات مسلحانه بینالمللی تلقی میشه از این راه میخواد به چه چیزی برسه اجازه بدید که کم کم با دادگاه پیش بریم تا بفهمیم که نظر دادستان چه هست و میخواد حمید نوری رو به چه چیزی متهم بکنه تا اینجای کار که بیشتر روی این مسئله تاکید شده است و بیشتر صحبت ها روی این قضیه هست یک سری مسائل حقوقی رو در نظر گرفت در جلس پایان جلسه یعنی در قسمت آخر جلسه و یه مقدار هم نگاه تاریخی داشت به ایران برای اینکه بتونه اون کسایی رو که تماشاگر هستن بیشتر نظرش رو جلب بکنه یا کسایی که قرار هستش در این حکم نقشی داشته باشن بیشتر از نظر حتی تاریخی جغرافیایی ایران رو بیشتر توضیح داد که مردم اینها رو بفهمند حالا اجازه بدید باز با همدیگه فردایی هست جلسه دومی خواهد بود با هم دیگه میریم ببینیم که فردا چه پیش خواهد اومد حمیده آرامیده صدای آمریکا استکهلم سوئد